حمد و ثنا به پروردگار و درود به پایان به پیامبر آخر زمان محمد ابن عبدالله علیه صلوات و سلام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زکات حیوانات. از کدام حیوانات زکات پرداخت کرده می شود؟ از شتر، گاو، گوسفند و بز زکات پرداخت کرده می شود. سوال: با کدام شرط ها از حیوانات زکات پرداخت کرده می شود؟ شرط اول، چهار پایانی چرنده باشند. شرط دوم، برای کار نباشد. شرط سوم، به نصاب رسیده باشد. شرط چهارم، یک سال کامل هجری بر آن سپری شود. سوال: حکم زکات چهار پایان. زکات چهار پایان واجب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: صاحب شتر، گاو و گوسفندی که زکات آنها را نداده اند، روز قیامت آن بزرگ و فربه شده صاحبان خود را با شاخهایشان زده زیر پا کنند. اگر آخر اینها از این کار برآمدند، اولین آنها بازگردند تا اینکه میان مردم قضاوت پایان یابد. حدیث با روایت امام مسلم. سوال: سرشوی نصاب از شتر چند است؟ 5 شتر است که از 4 شتر زکات نیست. جدول نصاب شتر را روشن بیان کنید. نصاب کامل شتر از 5 شروع می شود. کسی 5 سر شتر یا بیشتر از آن داشته باشد و یک سال بر آن بگذرد، زکات آنها بر او فرض می گردد که ترتیبش چنین است: یکم، زکات 5 سر شتر تا 9 شتر یک گوسفند است. دوم، زکات 10 سر شتر تا 14 شتر دو گوسفند است. سوم، زکات 15 سر شتر تا 19 سر شتر سه گوسفند است. چهارم، زکات 20 سر شتر تا 24 شتر چهار گوسفند است. پنجم، زکات 25 سر شتر تا 35 سر شتر یک شتری ماده یک سال است. ششم، زکات 36 سر شتر تا 45 شتر یک شتری ماده دو سال است. هفتم، زکات 46 سر شتر تا 60 شتر یک شتری سه سال است. هشتم، زکات 61 سر شتر تا 75 شتر یک شتری چهار سال است. نهم، زکات 76 سر شتر تا 90 شتر دو شتری دو سال است. دهم، زکات 91 سر شتر تا 120 شتر دو شتری سه سال است. سپس از 120 بالا تا زمانی که سرشماری شترها به 149 عدد برسد، موافق حسابات بالا حساب میکنیم به این طریقه که زکات 125 سر شتر از 129 شتر دو شتری سه ساله و یک گوسفند است. دوازدهم، زکات 130 سر شتر تا 134 شتر دو شتری سه ساله و دو گوسفند است. سپس از 150 بالا تا زمانی که شماره شترها به 196 تا 200 شتر نرسد، طبق حسابات بالا حساب خواهیم کرد و در 196 سر شتر تا 200 شتر چهار شتری سه ساله زکات داده می شود و پس از آن باز حساب را از سر می گیریم و تا آخر برای زکات شتری ماده بدهد. اگر شتری نر باشد، نگاه کند. وقتی قیمتش با قیمت شتری ماده برابر باشد، جایز است. سوال: نصاب گاو چند است؟ نصاب پره گاو از 30 سر شروع می شود. اگر از آن کم باشد، زکات نیست. سوال: جدول نصاب گاو را روشن بیان کنید. نصاب پره گاو از 30 سر شروع می شود به این راه که یکم، زکات 30 سر گاو یک گوساله یک سال است. دوم، زکات 40 سر گاو یک گوساله دو ساله و تا 59 سر گاو به همین اندازه حساب می شود. سوم، زکات 60 سر گاو دو گوساله یک ساله است. چهارم، زکات 70 سر گاو یک گوساله دو ساله و یک گوساله یک ساله است.
پنجم زکاتی 100 سرگاو دو گساله یک ساله و یک گساله دو ساله است. از این به بالا به همین گونه در هر 10 سرگاو فرضیت زکات از گساله یک ساله به دو ساله تغییر می‌یابد. سوال: نصاب گوسفند چند است؟ نصاب پوره گوسفند از 40 سر شروع می‌شود. اگر از آن کم باشد زکات نیست. سوال: جدول نصاب گوسفند را رفشان بیان کنید. نصاب پوره گوسفند از 40 سر شروع می‌شود با این راه که یکم زکات 40 سر گوسفند تا 120 گوسفند یک گوسفند است. دوم زکات 121 سر گوسفند تا 200 گوسفند دو گوسفند است. سوم زکات 201 سر گوسفند تا 399 گوسفند سه گوسفند است. چهارم زکات 400 سر گوسفند 4 سر گوسفند است. از این به بالا در هر 100 سر گوسفند یک گوسفند زکات وجود دارد. حکم گوسفند و بز در زکات یک خیل است. سوال: حیوانی که برای زکات برآورده می شود چگونه صفت داشته باشد؟ صفت یکم از عیبها سلامت باشد، صفت دوم مریض نباشد، صفت سوم پیر نباشد، صفت چهارم دندانهایش سالم باشد، صفت پنجم مالی قیمت باشد، صفت ششم مال از جنسی مادی نباشد، صفت هفتم سن سال مال میده نباشد. سوال: با کدام شرط شرکت کردن در جمع مال چند نفر و از آن زکات دادن درست است؟ به شرطی که آنها در چراندن و خوراندن مال برابر شرکت کنند. بعدی گذشت یک سال از آن مال زکاتش را پرداخت میکنند. سوال: با جمع کردن مال چند نفر مثال آورید. سه مرد با هم شریک شده مال خود را در یک مکان برای چراندن جمع کردند که مرد یکم 40 گوسفند و مرد دوم هم 40 گوسفند و مرد سوم نیز 40 گوسفند دارند که بعد گذشت یک سال از آن یک گوسفند را زکات پرداخت میکنند. سوال: هر حیوانی که برای تجارت باشد از عدد آن زکات پرداخت کنیم یا از قیمت آن؟ هر حیوانی که برای تجارت باشد از قیمت آن زکات پرداخت کرده می شود، نه از عدد آن. سوال: شخصی که برای چراندن حیوانها باغ و بستان دارد آیا بر آن زکاتی است؟ بر آن زکاتی نیست، مگر باغ و بستانی که برای تجارت باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.